سلام برای یوتیوب سوال اقتصادی هستم امروز براتون یه دونه پادکستیم. راجبه راجع به اینکه من تو بچگی رابطه‌ام با مامان بابام چطوری بود و مامان من چه اختی بودن و از این حرفا همین سه سوالو از من میپرسه من بهتون بعد جوابشو میدم دیگه حتی هر کی یکی از سوال چیز دیگه به مغزش رسید لطفا توی کامنت حتما بذاره که تو آینده تو ویدیو بعدی خواستیم درست کنیم استفاده بتونیم بکنیم یا مثلا یا این مامان بابا رو برای شما آوردیم از این حرفا خیلی خب بچه‌ها دمتون گرم کسایی که دارین زحمت میکشین خود کشور رو بهتر کنین از دست این دوزو در بیارین ولی اگر هم نتونستین خیلی ناراحت نباشین به زندگیتون سر کنین برسین سر کنین خوشحال باشین دیگه به قول معروف اینی که هستی کاش نمیشه که همین سوال اول چیه سوال اول بیشتر مشکلی که بچه ها با خانوادشون دارن قاعدت اینه که مثلا بچه میگه من میخوام فاکین برم مهمونی ولی اجازه نمیده یا مثلا میخوام برم با رفیقام مسافرت خانواده‌اش چیزی نمیده ببین صدا تو ضبط کن خیلی خوبه به خدا اشتباه نمی کنم ضبط نمی کنم ضبط بود اوکی ا واقعا چه عالی چه خوشحال شدم اینو گفتی بیشتر مثلا مصر... بعد باشه تو این موزن بیشتر بچه ها تو سن 14 15 16 17 این طورا یعنی که مثلا طرف میخواد با رفیقاش بره مهمونی خانوادش رو زن نمیدن یا مثلا میخواد بره مسافرت خانوادش رو زن نمیدن تو چجوری با این کنار اومدی چجوری جوری خانواده تو ببین من که کوچیک بودم خب من خواهرم از آن بزرگتر بود دیگه واسه من میدیدم که با بابام با خواهرم چیکار میکنه خیلی به خواهرم گیر بود مثلا میری سر 11 برمیگردی تا 12 برمیگردی بعد یه کاره خیلی مثلا چیز خفن میکرد غیر عادی به نظر من از مثلا خواهرم خاطر بره مهمونی خونه دوستش ساعت هفت بعد اونجا بودن و با من ساعت هفت خواهرم میورد میزش اونجا ولی دم خونه یارو ماشین رو پارک می‌کرد میشه تو ماشین تا 11 شب که خواهرم بیاد بیرون جای نمیره همونجوری جور در میموند خب خیلی از من غیر عادی بود این کارش واسه همین بابای من مثل حیوان ما رو کنترل می‌کرد یعنی مثلا اصلا چیکار بکن چیکار نکنی حواستون با باشه بعد من که بزرگ شدم هم بابا می خورد سنش افتاد بالا دیگه کمتر حوصله داشت مثلا دیدم مثلا این همه صف گیر دیم چی شد دیگه بیا به سوال گیر ندیم از اون ور من چون پسر بودم اون دختر بود یه خور باز سر کیسه شلتر بود بعد کلا هم که من دیگه مثلا اون سن شدم سیستم خاصی واسه من نمیزد مثلا من دیر می خونه یه قور به من میزد یعنی چی و من فکر کنم مثلا تعویلا یک شب میای خونه بعد 12 ماکسیمم از این و یه بار ساعت دوازدهانی می اومدم خونه بعد اومد گفتش که من اینجا در واقع بابام کیشومات شد بدون که خوش بفهمه اومد گفتش که آقا از این وقتی قانون برات میذارم دوازه خونه بودی خونه بودی دوازه نبودی خونه من در خونه رو گفت میکنم دیگه هر قبل هستی همونجا بمون صبح میتونی بیای خونه حالا اتفاقی که من بابام که بچه بوده خیلی چیز بوده خیلی خجالتی بوده و مثلا یه داستان که تعریف میکنه میگه که یه بار خونه که دوستاش بوده بعد مامانش دوستش رو برمیداره میاره میشینن تو حیات بعد میگه من مثلا ساعت دوازه تانا خونه دوستم قبل بود یک برم خونه ولی چون مامان دوستم با خاله دوستم نشست من توی دور حوز تو حیات من روم نمیشد از بقیه رد چم برم بیرون فقط برم میگهتم خداحافظ همین ولی روش نمیشد این کارو بکنه بعد میگه می موندم خونه اونجا تا ساعت مثلا هفته بعد از که اینا برن بعد هفت رفتم خونه در حالی که میدونست اگه یک نره خونه باباش کتکش میزنه با این حال هفت میره خونه کتکش هم میخوره ولی نمیره انقدر خجالتی بوده بابای من فکر میکنه منم اینم ولی چون خودش خجالتی بوده تمام زندگی سعی کرد من خجالتی نباشم من شدم این که الان کم خجالتی ترین آدم ایران باید باشم تکنیکلی فکر کنم به خاطر همین وقتی که به من اینو گفت گفتم دو دیگه راحت شدیم از این موضوع من دیگه خونه پلاس بودم خونه امین حسین و امین حسن و اینا دیگه هر شب اونجا بودیم من از اونجا اتاق داشتم واسه نه که اتاق داشتم یعنی جای خوابم ست بود پنج جای خواب داشتم این بخوام بخوام توپ توپ معمولا پیش علیرضا بغل علیرضا میخوابیدم ولی در صورت دیگه بابا اینو به من گفت گفت آقا اگه دوازه شب نره خونه دیگه نه خونه گفتم اوکی آقا شب اول رفتیم مهمونی تا دیدم ساعت یک, یک رفتم خونه امیر حسین روز دوم همین روز سوم همین روز چهارم همین روز پنجم همین روز پنجم بابام زنگ زد خونه امیر حسین که شما نمیخوای بیای خونه یه سری به ما بزنی ما ببینیم دلمون برات تنگ شده گفتم والا من هر شب میخواستم میام خونه ولی هر شب ساعت مثلا یک و نیم دو بود من به احترام حرف تو دیگه نیومدم دیگه بعد بابا اونجا که فهمید کی شما شده گفت که از این هر وقت میخوای بیای میتونی بیای برای همین تموم شد دیگه ما این داستانمون خیلی بدون دعوا بدون داستان تموم شد هیچ مشکلی نداشتیم ولی بقیه دوستام هم همینطوری بودن یعنی هر کی میخواستیم تو گروه ما میخوردیم هیچ کسی با ما کاری نداشت که چی کامی میکنین کجا میرین با کی میرین هیچ کسی با ما کار نداشت ما کاملا تو تعبیر به اینجا بیشتر گیر میدن تو کانادا و آمریکا بیشتر به بچه‌شون گیر میدن تا اونقدر که من مامان بابام به من مامانم که اصلا هیچی یعنی, یعنی یه بار بود کجا میدی کجا میری بیرون اوکی خوش بگذره بابام مثلا میگم یه دو دفعه اینجوری کنترل کرد ولی اصلا کلا ما آزاد بودیم بر همین من نوعی نباید جا میرفتم جورش تنها چیزی که شخصی شاید به اینجا به درد بخوره اول باید که دختر آوردم خونه سو برات میگم من با دختر دوست شدم و خیلی دختر خوب و حرفا گفتم که آقا من میخوام بگم دختر بیاد خونم دیگه به دختر زنگ زدم زن گفتم بیکاری گو آره خدا خب پس پاشو بیا پیش من گو اوکی بعد من بابام کلا اینو نمیدونستم تا وقتی بچه بودم هر وقت زنگ در میزدن یا تلفن بابای من میترسید خب یه چیز غیر عادی مثلا تلفن ورم نمیگفت الو گوش میگفت فقط بغل گوشش بابا نمیفهمیم چرا این کارا میکنه هیچ جواب نمیگفت بعدن که بزرگ شدیم اینجا به من گفت گفت من چون تو دولت قبلی مثلا داشتم میشم وزیر کشور میترسیدم که بیان منو بکشن برای همین هر وقت تلفن زنگ میزد یا زنگ در زنگ میزد من نمیرسم کیه من میترسیدم که کی میتونه باشه اول ببین چقدر تخمیه یادم مهربون و خوب و تحصیل کرده باشی برای کشورت هم بخوای بسازی بعد هر روز تو ترس بخوابی که چون اولاغایی که الان فرمون دستشونه اون داره هر لحظه بخوام ماشین رو چپ کنن اول چقدر واقعا موضوع ناراحت کننده است حالا درس بابام خوابیده بود روی مبل توی سالن همیشه زور تو سالن رو مبل میخوابید خیلی هم از من غیر عادی بود گفت تو اتاق دیگه چی اینجا میخوابی کل خونه از کار میندازی تلویزیون نگاه نمیکنی یعنی حالا در ویره بابای ما بود تو تختش نمیخوابی زورا زورا بعد رو مبل میخوابی اوکی خاله همه خونه سریس کن دخترم زور اومد دیگه من جوی زنگ شنیدم گفتم به و باز کردم دیدم بابام با وحشت نشسته روی مبل یه زیرپینی سفیدم تنش بود که چه گفتم که همینجوریشم رقش میشدم گفتم که دوست دختر من دزیر است تو هم برو تو اتاقت دیگه میخوام قیافتا کسی ببینه دیگه رفتم دختر برشم اومدم تو اینا این اولین باری اینو من خودم شخصا یادم نبود اینو بابام تعریف کرد برای یکی از دوستاش که داشت میگفت یکی دوستاش میگفت مثلا ما مشکل داریم با دختر رو از این حرفا تو با سهیل چیکار کردی بچه بودی بابام میگفت بابا سهیل اصلا به ما اجازه نداد ما ازش بخوایم کیه چیه یه روز اومد به من گفت تو بگی بخواب دختر اومده من هم دیگه با لباس زیرپینی بودم و شورت و خوابالو اصلا دیگه نفهمیدم چی اومده گوه خوری دختر رو بردی خونه کی به تو گفت دختر بیاری خونه مگه تو جی, جی خونه اصلا بالاش رفت تو اتاقش که همون خجالتی بود رفت تو اتاق که دختر نمیدونش دخترم رفت تو اتاق من درو بسیم ما حالولو کردیم بعد یه اتفاقی که میافتاد مامان من وقتی من دوستامو میوردم خونه مخصوصا دختر هر 20 دقیقه نیم یه بهونه پیدا میکنم میومد تو اتاق میوه می آورد شینی می آورد چای می آورد نوشابه می آورد بعد می اومد میوه رو ببره چای رو ببره نوشابه رو ببره هر ده دقیقه 20 دقیقه یه دلیل می کرد عین کاماندا می اومد تو درم وحشیانه باز می گفت اصلا معلوم بود که می خواست بیاد چیز ببینه یه چند وقت این کارو کرد نه مثلا دو هفته سه هفته این کار کرد بعد اینم خب خیلی کار احمقانه است من نشستم می خوام دو تا حرف بزنم بعد می اومد تو آقا ما نه میوه می میخوایم نه شینی می خوام هیچ چی نمی خوام دست ما وردار تو سینما بابا ولمون کن یه روز بعد از دو هفته مامانم صدا کردم تو اتاقم تنها بودم گفتم مامان دیگه بیا اینجا اومد گفتم مامان این مسخره بازی چیه که من وقتی آدم میارم اینجا همینطوری هی همین میای همین تو اتاق مثل فزولا نه من هم نمیکنم من فقط به محبت میخوام به شما قضا بدم این مزخرفات مادرای ایرانی که دروغ میگن گفتم مامان من کوشش به من نگو دیگه من تابلوه. من دو روز اینجا تنها باز بازی مثلا امیر حسین جس یه دونه نوشابه واسه من نمیاری ولی مثلا دختره که میاد تو هر 20 دقیقه سرویس بدی منطقه چیه دروغ نگو نه اونم که حرفش عوض نمیکنه نه من هم چیکار نمیکنم گفتم خیلی خب مامان من من, من نمیدونم تو چرا داری این کارو میکنی ولی فرض کن پس فردا درو در باز کردی دیدی چون من لخته دخترم لخته بعد دختره جیغ زد بعد من جیغ زدم من جلوی تو بیابرون میشم دیگه روم نمیشه تو صورتت نگاه کنم دختری که خونه ما نمیاد رابطه منو میرینی توش اون وسط حال, حال ما کنسل میکنی این سود کاری که تو داری انجام میدی انگه هر روز داریم یه اتاق من و این وحشی و هر 10 دقیقه رو که بیا می بینین چت اتفاقی نمیفته دیگه اتفاقی میخواد میفت اینه دیگه درو در باز کنی میبینین من چی راکم که دو تا دختر دخترم داره مثلا ناراحت میشه تو که تو صحنه دیدی چرا داری این کارو میکنی دوست داری بیا برو به هم دوست داری من روم نشو چشما کنم دوست داری چون منو ببینین چیه منطقت از اون روز دیگه مالن ندارم اتاق من دیگه فهمی وقتی اگر مثلا میومد کسی میومد یه بار اون اولش در میزد یه سینی میذاش پشت در میرفت دیگه هم نمی اومد. دیگه این سینیتونه توش نوشابه هست نمیدونم ساندویچ هم هست میوه هست یه هر گوی خوردین خودتون خوردین من دیگه نمیام بهتون سر بزنم با هم که هیچ وقت نمی اومد. هیچ وقت با هم اصلا کاری نداشت بابا میخوره چیز بود پلیسی بود مثلا صدا ضبط میکرد یا مثلا تلفن رو مثلا میتونست گوش بده یا مثلا من همشه توهم داشتم که خونمون دوربین هست با اینکه دیدم. همیشه گفتم این یه جا دوربین گذاشته داره هر وقت مثلا با خودم میخواستم ور برم تو خونه غیر از تو اتاقم تو توهم بودم که فیلم اینو نبینیم بیا برو بشیم دوره بابا ولی میگم چیزی که کار کرد با مامانه کار کرد یعنی بهش گفتم چی کار داری میکنی اینقدر خاطر میندازی تو دادا میخوای بیا فلان رو ببینی خب بیا بکشم پایین نگاه کن چی میخوای چی این کار چه سودی داره که اینقدر تو ولم نمیکنی بعد مامانم که دیگه باش اینجوری حرف زدن کرد واسه همین به نظر من باید اگر پر رو؟ و با منطق به جلو چون تو اگه مثلا داری چراغ سبز رو رد میکنی یه ماشین بیاد بزنه بهت پیاده نمیشه بگی ای وای معذرت میخوام پیاده نمیشه ما در سگ مگه نمیبینی چراغ جا... چون میبینی حق با شاخی با مام بابات هم با اونجوری حرف بزنی بعد مام بابات کلا چون همیشه بچه های مخصوصا ایرانی بعد احترام بزنیم و بزرگتر یه جوری تو سری خور مام بابا هستیم خیلی برامون سخته که این کارو انجام بدیم همونطوری هم واسه در باباته برای اونام خیلی سخته که اینو بشنوه از تو وقتی <مترح> میگن یهو بچه‌ها از 15 سال من میگم آقا یهو بشین حرف بزنم برای چی این کار احمق می‌کنی نه ما اصلا خونه آدم از اینطوری کسش نه یعنی خانم جونیز تو من خودت دریوس ندیدی که من به دنیا اومدم چی میگی پس داستان درست نکن هم تو بدی هم بابا بکنه من الان فرقم با شما چیه تو 15 ساله خب معنی چیه من 15 سالمه یعنی چیکار کنم دولمو ببرم خب من احت... احتیاج دارم با یه دختر باشم هر روز صبح که بالا میشم دودولم سفته ای این در این حرف چه خاک بسرم نه ماما خاک بسرم چه دهنم سرویس که دو دقیقه هم گوش بده دقیقه فیلم بازی نکنی دقیقه داستان درست نکنی دقیقه جو نده بعد شروع کن جیغ زدن با قابلمه بزن تو سره ده دقیقه بشین اینجا زر نزن چرا من امتحان مهمونی چه اتفاقی میتونه بیفته من مهمونی اه فلان میشه بسال میشه خیلی خوب این کاری که تو الان میکنیم مامان امیر حسین با مامان امیر حسن هم همین کارو باهاشون میکنن جفتشون الان مهمونی هم میدونی گفتن که حالشون بعد رفتن بیمارستان دروغ گفتن میدونی چجوری گفتن میخوام به مدرسه کلاس داریم کلاس ندارم چه چجوری گفتن میدونی خونه قاسم رفتن خونه پریوش چون میخوام بهتون دروغ بگم چون تمام مامان باباهای دوستام به دوستام گیر میدن ولی تمام دو دوستان من دوست دختر دارن و دختربازی میکنن و مهمونی میرن فکر میکنی من نمیتونم به شما دروغ بگم فکر میکنی من نمیتونم به شما سرتون کلاه کلا بذارم چرا من اینطوری هم مگه من, من احمقم من نمیخوام به شما دروغ بگم شما مادر پدرم هستین دروغ گفتن من نشون میده که ما داریم دو رابطه هم اشتباه میکنیم من دارم میخوام میرم بیرون یه دختر میخوام میرم می 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 به تو بگم ماما من برای دختر اصلا فلان چیزو خریدم دختر با من این کار کرد تو من بیای من یاد بده بگید به دختر بعد یه دختر خوبیه تو این کار که انداری میکنی فقط باعث میشی که من تو کمک نگیرم به خاطر اینکه تو کمک نمیگیرم عقب میفتم و به خاطر اینکه میخوام برم دختر بازی کنم بعد تو دروغ بگم یعنی تو میای زندگی منو بد میکنی من دروغگو میشم نسبت به مادر پدرم این کاری که تو داری میکنی حالا من از دوباره میپرسم چرا داری این کارو میکنی چه سودی داری میبینی والا خدا گفته خدا گوه خورده اگه خدا گفته بود پس چرا الان مردم گشتن که شرکت انقدر پول داره اگه خدا گفته چرا الان مثلا یه زن باید انقدر شخصیت تر باشه توی ایران از یه مرد جفتشون بیش شخصیت به دولت ها ولی زن خیلی بدتر دیگه ها یه مرد ایرانی میتونه دهن زنشو سرویس کنه ممنوع خروجش کنه نه من طلاق بخواد بده میتونه بده زن نمیتونه بده همه چی رو مرد دیگه بعد من مادر چی میخواد جواب بده واقعا اگه زر بزنه دوباره بگی نه فلان تو بیشوی تو گاو میخوری خب تو اونجا میگی آقا مامان من گاوه منم نه با گاو دیل بکنم من به انسانیت رسیدم حالا آره متاسفانه مادر من پدر من خواهر من خاله من گاون الاغن نمیفهمن داهاتیان جوادن اوکی شروع کن درو گفتن دیگه شروع کن دو در کردن کاری نمیشه کرد. چون که چون دروتی که نمیتونی ببری به مادرت هم یه بار میتونی باشه حرف بزنی مندقی اگه آدم باشوری باشه انقدر یه بار میفهمه چون میگه آقا این بچه ما که یه بار با ما حرف نزده فنان اومده داره با ما حرف میزنه پس بذار ببین چی میخواد باش دو دو تا چارتا کنیم ولی اگه بری به مامان بگی آنجا رامندز خب دیگه هم تو کست ننه و مامان کیری دیگه به درد نمیخوره مادر برین توش بگو آقا ننه اوکی هشت من میخوام برم بیرون با قاسم نماز بخونیم بعدش هم میخوایم بریم به فقیرها غذا بدیم بعد برای ما خودتون کسوازی کنید تا کس خالص بدین چون به کسی هم نگی همه کردن چی شد هر کیم هم فهمید هیچ گوی نخورد همه مامو با قبض اینکه بفهمن شاخن اگه من تو رو با دختر ببینم که اون تا باره میکنن هیچ گوی نمیخورن هیچ گوهی نمیخورن بعد این خیلی مهمه که پررو باشین اگه بابا دومد گفت آقا تو گوه خوردی رفته بیشه دختر بگون بعد چی گوه خوردم درسمو خوندم ورزشمو کردم دو ساعتم خواستم با یه دختر رابطه برقرار کنم چی این بده چه جوری این بده چرا گوه خوردم چون فقط یه فوش بدی بدی من کار بدی کردم نه حرف بزرگتر ریدم تو بزرگتری چه ربطی داره به بزرگتری آدم باید درست باشه بزرگتری مال 200 سال پیشه که کسی که بزرگتر بود به خاطر اینکه تجربهش بیشتر بود احتمالا بیشتر میدونست ولی الان کسی اینترنت داره و کسی که اینترنت نداره کی باوش داره اصلا نمیخوام سنشون هم بگم مهم نیست اگه یه نفر باشه 58 سال به اینترنت دست باشه یه بچه 20 ساله باهوش بدون اینترنت کی باهوش داره خب معلومه 58 ساله باهوش داره الان پس همه بچه‌ها باهوشن الان دست هم اینترنت چه میشه مامان بابا اسکلن رقم یه فیسبوک نمیتونن باز کنن اگه بابات فیسبوک داشته باشه آلدیدی مامان بابات پیش رفتن من بابا مثلا فیسبوک داره نمیدونه پست چیه نمیدونه استوری چیه نمیدونه فاکین هیچ چی چه فقط میاد توش نگاه میکنه عکس مردم رو میبینه لایک میکنه میاد بیرون بهت مسیج میزنه این چیه جواب نمیدونه بعد میبینه تا میگه چه جواب نمیدی اصلا نمیدونه مسیجش کجاست این لول مامان بابا هاست یعنی آدم های قدیمی هن بلد نیستن بعد بابای من دارم میگم میشه وزیر کشور باهوش بابای من تیه آدم بوده یعنی تو تمام کشور اگه مثلا پنی نه بیست نفر میتونن وزیر بشن این دعیوس یکی از اون پنی بیست بوده یعنی حرف من به جهنم به شواهد نگاه کن یکی از قوی آدمای کشور بوده واسه همین برین باشون بحث کنین برینین به مامان باباتون اصلا ناراحت نباشین که ناراحت میشن برای اینکه وقتی حرف حقو داری میزنی حرف حقو داری میزنی مخصوصا که وقتی که حرف اشتباه مامان بابات باعث میشه تو بهترین سالهای زندگی تو بهترین تایمای زندگی تو که بعد حال و کنی و نکنی حالا مثال ام اسم نمیبرم که مشکل درست نشه یکی از آشناهامون که کانادا زندگی میکنه یه بچه دختر داشتن هب... کوچولو من همیشه به اینا میگفتم که آقا مثلا این مثلا این بچه که مثلا 14 سالش شد من با شوخی کردن که مثلا خب دیگه, دیگه 14 شد یا 13 سالش شد تینیجر شدی و داستان پسر چی میگه و از این حرفا ما اون بابای پریدن رو من این حرفا تو خونه من نزن و ما از اون خانواده‌هاش نیستیم و ما دوست نداریم این چیزا حرفا تو خونه ما نرمال شه من گفتم که بهشون گفتم ما گفتم دایوسا مگه مشهد زندگی میکنین بولاش از ایران اومدین بیرون که آدم حسابی بشین خواهی می‌خواد اینقدر دهاتی و جواد زندگی کنین واسه چی اومدین بیرون اگه این, این منطق برای درسته که بعد دخترتو اسیر کنی پسر نبینتش خب این منطق ایران دیگه واسه چی اومدی بیرون خب میمونی تو همون کشور حالش میبرید دخترتو حرف میزد میزید می تو دهنش پلیس هم زنگ میزد دخترتو میگرفت که بابات راست میگه دیگه پتیاره 28 سال چرا رفتی بیرون بدون اجازه بابات خب حالا من که دیگه ذری نمیتوسم موقع بزنم گفتم که اوکی چشم ما دیگه حرفی نمیزنیم این دختر تا 19 سالگی 20 سالگی دوست پسر نداشت پسرم ندیده بود تو زندگیش فقط با دختره بازی میکرد تو 20 سالگی مثل دختر 14 ساله بود خب یه وردی خیلی ضعف دیگه چرا چون تو نرفتی بیرون حرف نزدید دو تا با شوخی نکردن بری بیرون مثلا یه روز خودتو رو خوشگل کنی یه پسر بگه اه چقدر ماتیک تخمیه تو چهار سال یاد بگیری میشکنی بهتر میشی میدی برگردی میش شخصیت شکل میگیره وقتی این اتفاق واسه تو 20 21 میفته خیلی برات سخت داره چرا چون همه رو بلدن ولی تو برا بلد نیستی بعد تو غیر عادی میشی تو اون میشی تو خیام داره جیغ میزنه گریه میکنه میگن چرا دختر جیغ میزنه چون تو چهار سال همه دخترها جیغ و گریه شون کردن منم تو چهار سال دیگه جیغ و گریه نمو کردم ولی تو 20 دیگه نکردم و وقتی تو 20 با یکی باشی باشی که داره 4 سال زندگی میکنه تو اینو که نمیفهمی تو میگی یارو کسخله بعد توی 20 21 دوست پسر گرفت همونو عاشق شد چون تا حالا پسر نیده بود که تا کسی بشه قربونت برم کسی دستش رو نمیده بود به کمر این عاشق شد پسر هم دو ده تا دختر بوده با این بریک اپ کرد رفت الان یک سال این رفیق ما دپ و ناراحت و نمیخواد بره بیرون کسی رو ببینه این نتیجه مامان بابای خوب بودنه آقا مامان بابای ای ایرانی داهاتی هن مامان بابای اوریجینال ایرانی یا دیفالت مود مامان بابای ایرانی داهاتی هن داداشه من تو باید اینو بفهمی تو اگه توی خونه شاهزاده به دنیا می اومدی با پدرت شاه بود ننتم فاکین ملکه بود متفاوت رفتار میکنی به خاطر مامان بابات شاید مثلا تو اتاقت بگوزی ولی هیچ وقت خواهی نده جانه مامان بابات بگوزی چون میگه بابا یارو شاهه حالا همون برعکسش کن وقتی ما بابا شاه نیستن برعکس شاهن داهاتیان دنیا ندیدن اس کنن به کس و شر باور میکنن خیلی به من میزنن این چی فکر کنم توهم میگم و خیلی بچه‌ها به من مساج میزنن که آقا ما مام بابامون داهاتیان دهن ما رو سرویس کردن مام بابامون اسلامیان دهن ما رو سرویس کردن مام بابامون گیرن دهن ما رو سرویس کردن خب من زیاد چیدم که دارم میگم زیاد خیلی زیاد یکم معرفتن کامنت ها میتونم تا بگم مال دایرکت ها باید باهاشون همونجوری که وقتی شاه میری جلوش همیشه معدب میشینی اینا وقتی میری جلوش بریم بهش چه ایرادی داره میفهمم مامانت تو داری بابات تو داری ولی تا نشه مامانت بیان برینم به تو چی میگن تو دعوا که حلوا خیلی نمیکنن کوچرا که میگن همونه دیگه مگه همون خودشون یاد نگرفتی به آقا من مامانم دعوا کنم شما میخواین 15 سالگی 16 سالگی 20 سالگی 25 سالگی من از من بگیرین به خاطر عقاید کسخلانه تون من باید با این بجنگم چون فقط یه بار شما 15 سالتونه فقط یه بار 20 سالتونه فقط یه بار 25 سالتونه بهترین ساله زندگیتونه اگه نکنین تو ناف کانادا به دنیا اومده باشین ما باباتون بخوان اسکو بازی در بیارن همون میشه واسه همین واقعا از نظر من میپرسین آقا برین بجنگی ما باباتون اسم شدی برین به باباتون چه کسو شدی داری میگین حرفاتون معنی نداره این آدمایی که دینیان یا توهم باور دارن به یادمی تو ابر زندگی میکنه اینا که مشکلی که دارن هیچ, هیچ که بهشون نریده چون داره راه میره به یارو میرسه میگه خدا وجود داره اون که میگه خدا وجود داره میگن آفرین به من میرسه میگه من خدا رو دوست دارم میگم خوش به حالت میرم بازم یارو هیچ وقت ساید اونور نریده همیشه میگه داره کار خوب میکنه ولی وقتی پسرش یا دخترش بهش میگه بابا ریدم تو این دین ریدم تو این اسلام چقدر کس و باور داری احمق شاید چل سال پیش مثلا به خدا قبول داشتی ولی وقتی داری میبینی خدایی که تو قبول داری این اینا رو فرستاده که کشور رو به بچرخونن اینا هم که کشور رو دارن میچرخونن فقط چل سال دارن گوه میزنن پس یا تو انقدر اولاقی که نمیفهمی که من بسی چی باید ارام بزنم همچه اولاقی یا کوری و فهم و شعورشو نداری که پس بزن من بد بفهمونم حالا که کوری بزن من بد نشون بدم چون از سوم که نداره بعد دو دفعه که اینو بشنوه میره تو خلوت خود یک تو همون داره دوش میگیره به این فکر میکنه میگه راست میگه یا مثلا من م. که خودم رفتم مثلا فلانی یواشکی باش رو مامان این چیت کردم چی دارم کس به این میگم من تمام این باباهایی که دیدم من دوستای بابایی داشتم که نماز میخون تو کانادا تو کانادا مثلا تو استخر بودیم یهو میومد هم میگفت من باید برم خونه چی شده نیم ساعت دیگه بعد نماز خونم. بابا خب الان بخور و دادم نه 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 باید برم باید برم به با همین مادر قبه به دوستای ما آفر میداد مثلا من با دختر میومدم میگفت سوال این دختره مثلا پا میده ببین یه می حالی به من میده اگه میخواد مثلا بهش پولم میدم من آخه مادر جنده زاده استخر ما رو میدینی چون میخوای بیای بری به خدا نماز بخونی بعد بعد از نماز این رفتاره آخه کی تو کسته اون چطوری چه دوری میتونی آدم انقدر احمق باشه من میفهمم بری جلوی خامنه این نماز بخونی چون مثلا میخوای بگیم آقا من قرمزم ولی تو کانادا که هیچ کیرشم نیست چطوری هنوز مغز داری میگه من باید برم نماز رو بخونم بعد که نمازش میخونه میگه خب حالا کسکش ترین کیری ترین آدم رو زمین باشم خب اگه کسکش ترین کیری ترین دیگه واسه چی نماز میخونی تو این لول که مثلا باید بچه و پاشیم بریم بیرون من برم نمازمو بخونم بعد یه بار دوباره می نمیکرده نمی کرد بعد مثلا فکر نکن میومد با ما کز میگو ما رفتی خونه می شستیم می رفتی نماز بکنم خب برگردیم سخ تنهایی نه کسی می دیدش، نه زنش نه تنهایی خیلی واقعا اصلا این چیز عجیبه واسه من واسه من آقا کسی که کلا به دین و اینا باور داره من میگم آدم احمقیه قبلا اینخور خور معدبتر می گفتم الان دیگه نمیگم چون دلیلی نداره چیزی که میبینی باید همون که از تو یا دیگه یه احمق احمقه دیگه هر آدمی هم که به هر نوع روحانیتی برسه به خدای این من ما در قبل تنیم آدم رو کره زمین اونایی هستن که یه دینن از اون دینه میان بیرون میان یه دینه دیگه یعنی اون دیگه یه دیگه گاوه یعنی اون اصلا دیگه نمیتونم اونو من توبت کنم راجع چیه دو سه نفرم دیدم تو زندگیم اصلا نمیدونم چیه هیچ چی نمیتونم بهشون بگم یعنی تو اینی که تو بری فکر کنی محمد بی خود بوده مسیح راست میگفته یعنی اون دیگه واقعا گاوی هر کی از میشناسین یا اگر الان داری نگاه میکنه واقعا فلان ننت که انقدر بیشوری که از یه دین بیا یه دین دیگه یعنی از یه خدا ببین این خدای گستر بود این یکی خدای راست میگه یعنی اون یه لول واقعا دیگه بی شعور باید باشی درمتون گم که هستین واقعا خلاص آره من داستان من اینجوری بود من مام بابام اصلا خب احمق نبودن گیر به من نمیدادن بابام یه خورده فقط میخواست مثلا قانونای خونه نگهداری که خونه جنده خونه نشه در واقع مثلا اینجا بعد 12 بیا اینا بعدی خواهرم که رفته کانادا که اونیست نیست ببینه منم که یه پسرم مثلا دختر و سر پدرم دختر میره بالا و اینا گفت ولش کن دیگه منو ول کرد یعنی در واقع به خودش من عشق کنم در حالی که من مثلا تو 16 سالگی مسافر رفتم تنهایی با هواپیما اینکه کی با باشه جز نمیدم چیکاری بکنه چقدر به من خوش گذشت مسافر یه, یه اپیزود اینو تعریف میکنم پارش این شاید همون کسی که باش مسافر بودیم بیارم اتفاقا جفت آدمایی که تو مصاحبه بودیم تو کانادا ام همه تیم بیاریم چون مثلا استاد با هم صحبت کنیم چقدر با منزه بشه خلاصه اینم از این امیدوارم جواب سوال تو داده باشم امین خیلی کوتاه جواب دادم ولی اصلا عملی شد <تصفح> کل سوال اصلا همین بود یه yeah. عالی جواب بچه ها بچه‌ها دایرکت داده بودن سوال می‌پرسیدن گفتیم یه ویدیوش خیلی خوبه خب برابکس عزیز اشقای من لطفاً آیدیای خفن دارین سوالی دارین سوالی از من سوال کلی اینا توی کامنتو بذارین ویدیو هم دوباره الان لینکشو میزنم اینجا به مردم ادوایس میدم برای کاراشون حالا میخواد بیشتر کاریه ولی من هم کارو کابر میکنم هم بیزنس یه مقدار رابطه هم کابر میکنم یعنی مثلا کسی مثلا جوان باشه با دوست دخترش مشکل شده باشه میتونه با من صحبت کنه من نه تجربه خوبی دارم تو داستان ولی حرفه ای نیستم توش ولی تو بیزنس و اینا ادعا میشه حرفه ای هم هستم که کسی میخواد با امین تماس بگیره میتونه وقت بگیره و فیس تو فیس با هم صحبت میکنیم برای ساعتی دیویست داره برای ده پونزه نفری که آردی تو همین دو روز اول ساینام کردن تشکر میکنم از همتون خوشحالم که تونستم سه نفر اولم کمک کنم هر سه نفری که باشون صحبت کردم وحشیانه راضی بودن هر سه تاشون گفتن که میخوان برگردن دو سه ماه دیگه دوباره یه جلسه دیگه با من بگیرن که ریویو کنن کاری که کردن و من بهشون دوباره خودم مثلا پوینت بدم اگه دوستان شما به قول معروف تشریف بیارین با هم در دل کنیم یه چیزی هم که میخوام جواب بدم خیلی کامنت گوشون که آقا 200 رو برای ایران زیاده لطفا اینو کمش کن من اینو کم نمی کنم توضیح میدم چرا 200 دلار برای هیچ جایی زیاد نیست 200 تمام دنیا کمه خب 200 دلار برای آدمی که پول نداره زیاده کسی که تو کانادا پول نداره 200 دلار برایش زیاده کسی که تو ایران هم پول نداره 200 دلار برایش زیاده من تو لولی نیستم که بتونم به اونی که هیچی نداره چیزی یاد بدم چون تو باید یه خورده باهوش و یه خورده سختکار باشی که بعد بیای من انگولت کت کنم فرفره بشی اگه یه چاغالی هستی که تو سن 20 سالگی الان 200 جمع کنی واقعا گوه میخوری دارت میخواد بیاد بشی با من حرف بزنی چون میدونی من مثلا که حرف بزنم که یه کمپانی داره 5 تا داره 10 تا مغازه داره وبسایت خفن داره یه کاری داره میکنه که من بتونم کمکش کنم بهترش کنه قویترش کنه 100 دلار بکنه 200 هزار دلار نه کسی که یه دلار نداره رو بکنم 100 دلار اون ریدم چه کاری کردم من تو نمت... من نمیدم تو چی هستی چی داری چی باست خوبه چی باست بده تو تو شمال زندگی میکنی برو چمنزن شو ولی اگه تو خوزستان من زندگی میزنی تا که برو چمنزن شو چمن نداریم اینجا واسه من نمیدم به تو بگم تو چیکار کن تو باید با موقعیت و شخصیت و جایی که هستی حساب کتاب کنی میگم که من تو اینجا میتونم تو این کار موفق شم من دیدم مثلا خونه های جو زیاد کثیف میشه بعد رنگ بخورن یا بعد درا شسته بشه من یه درشویی میزنم میام یه دونه باکت میخرم با یه دونه فوم من در خونه مردم درو میشونم بعد که به 200 سال رسیدی زنگ میزنی به من میگه آقا من 10 تا مشتری ثابت دارم 5 مشتری تلفنی دارم دو تا کارگر استخدام کردم چیکار کنم میگم خب الان به جای باکتت برید یه پاور واش بخر به جای اینکه آب استفاده کنی اسپری استفاده کن چون مثلا ایرانی میخواد آبو کثیف آبو حروم نکنی و و و و مثلا چیزی که حالا بحثی اونجا میاد بالا بر همین کسی که براش دیویس سوال زیاده الان من به دردتون نمیخورم من کاری نمیتونم برای تو بکنم الان فقط خود واسه خود کار بکنی وقتی که به اون حد رسیدی که ها که من میتونم 200 دلار 200 سوال یعنی چوسه اینجا این کاری که من میکنم خیلی بیشتر میگیرن یعنی کسی که یک دهم من تجربه داره ساعتی 500 تا 800 میگیره یک دهم من دارم بهتون میگم تجربه داره پس من نمیدم از این میخوام پولدار بشم و منم یه قیمتی گوشم که بتونم فیلتر کنم آدمایی که ب... به دردشون میخوره بیان به من من میتونم کمکشون کنم و ببینم برای همین این کامنت رو خواستم جواب بدم چون هفتش تو کامنت این بود که دیویستولا زیاده واسه ایران 200 واسه ایران زیاد نیست دیویستولا واسه آدم فقیر زیاده این رو جمع کن ام. همین امیدوارم که لذت برده باشین از این داستان شب و روز خوبی داشته باشین امین حرفی داری نه همه چه خوب حالی مرسی که دیدی شبتون بخیر چاکس